سلام، به برنامه دیدگاه خوش اومدید. برنامه‌ای که در اون سعی می‌کنیم تا با دیدگاهی اسلامی به مفاهیم موجود در اطرافمون نگاهی دوباره بندازیم و با دعوت از اساتید و اندیشمندان برجسته این مفاهیم رو به بحث و تبادل نظر بنشینیم. در این برنامه موضوع اقتصاد رو بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که آیا دین مبین اسلام برای موضوع اقتصاد نظر به خصوصی ارائه میده یا خیر. کاملا واضح هستش که اقتصاد یکی از اساسی ترین عناصر تشکیل دهنده هر جامعه هست، به این معنا که زندگی هر شخص با اقتصاد گره خورده و جدای از اون نیست. حالا این شخص میخواد در زندگی فردی تنها برای خود زندگی کنه یا اینکه در گروه یا جامعه‌ای در روستا، شهر و یا کشور خودش ایفای نقش داشته باشه. با توجه به این تعریف، اقتصاد مسئله‌ای هست که نه فقط به شخص بلکه به شهر و هر کشور ارتباط پیدا می‌کنه. حالا با توجه به این مفهوم، دین اسلامی که دین جهانی هست راجع به اقتصاد چه دیدگاهی داره؟ در این برنامه سعی می‌کنیم تا به مفهوم اقتصاد نگاهی دوباره بیندازیم و بایدها و نبایدهایی رو که میشه از اون انتظار داشت رو به بحث و تبادل نظر بنشینیم. از شما دعوت میکنم تا در این برنامه با من مصطفی بزرگانیا و کارشناس برنامه جناب آیت الله سید حسین موسوی زنجانی همراه باشید. وقت شما بینندگان عزیز به خیر و خوشی. با یکی دیگه از برنامه‌های دیدگاه با موضوع اقتصاد در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم این برنامه آیت الله موسوی زنجانی هستند که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. وقت شما به خیر آقا. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض می‌کنم محضر حضرت عالی و محضر همه بینندگان عزیز ارجمند. زنده باشید. آقا ما در این بحث در این جلسه تصمیم داریم راجع به موضوع اقتصاد صحبت بکنیم و این موضوع رو بیش از پیش از منظر علمی و دینی به بحث بنشینیم. ابتدا برای که وارد هر بحثی بشیم مطمئناً تعریف اون مفهوم و موضوع در اولویت قرار میگیره. بنابراین به عنوان سوال اول اجازه بفرمایید از شما بپرسم که معنی اقتصاد چی هستش و هدف اون و راهکاری که در پیش میگیره تا بتونه مشکلات جوامع رو برطرف بکنه چی هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این حقیر در همه مباحث طبق اصل اسلامی همیشه از موضع تواضع شروع میکنم، اما چون بحث اقتصاد بحثی است که مبتلا به هست، اسلام هم حرف داره، دنیا هم مشکل داره، یک طرف نیاز داره به کمک، یک طرف حرف داره، وسط خالی کسی نمیرسانه. لذا این بحث ما از موضع تواضع نیست. بله. میخواهیم با همه صاحب نظران دنیا در این مباحث خیلی جدی برخورد کنیم، یعنی بحث رو به این شکل شروع کنیم، این است و جز این نیست. درست، یعنی شما الان بگیم همینه. میخواهید بفهمید که با بحثی که میخواهید شروع بکنید و تعریفی که از اقتصاد خواهید داشت تمامی اقتصاددانان رو به چالش میکشید، هم اقتصاددانان را هم اقتصاد سنجها را. این ادعا عمدن از اینجا شروع میکنیم. ببینید سوالی که دارید خیلی منطقی است، باید از حالا شروع بشه، اما جواب شروع بشه مقدمه میخواد. آیا در کره زمین علمی وجود دارد که مطالعه کند تک تک 7 میلیارد انسان حق اتصال به زمین دارند که از زمین چیزی بردارن بخورن، یا چون این علمی نیست؟ خدا هست و 7 میلیارد انسان و کره زمین. بله. کرات دیگر بمانه برای بعد. فرض ما این است که در کرات دیگر چیزی نیست. آیا همه انسان ها به قول قرآن و الارض و زرعها للانعام، کل زمین مال کل انسان هاست؟ درست.
تک تک انسان ها وظیفه دارن در زمین زندگی کنن، از زمین بردارن مواهب طبیعت یا مواهب صنعتی را بردارن بخورن زندگی بکنن. چون این علمی هست یا نیست؟ بله من درز میکنم نیست. یعنی میخواید بفهمید که فعلا در حال حاضر بشر کنونی به علمی دست پیدا نکرده که بتونه مواهب و منابع طبیعی رو بین انسان ها تقسیم بکنه؟ بله. خب فقط اجازه بفهمید قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشید یک مطلب رو لحاظ بکنیم اینجا. طبق همون آیه قرآن کریم که میفرماید لیس للانسان الا ما سعا، ما میبینیم که بحث دستیابی به منابع فقط و فقط به اشخاصی که به اندازه کافی به تلاش و توان خودشون متکی هستن، البته بعد از توکل به خداوند بزرگ، میتونن از اون منابع استفاده بکنن. چجور میتونیم این مطلبی که شما میفرمایید رو در کنار این آیه با هم قرار بدیم؟ اگر در بین صحبتاتون توضیح بفرمایید من همین الان جواب بگم، چون مطالب خیلی پراکنده است، بایستی پرونده هر یکی از اینا همونجا بسته بشه. خشم. یکی کارخانه میاره تمام اتوماتیک و پیشرفته، تمام منطقه تحت تأثیر تولید اینه، این شخصه، یعنی مدیر کارخانه، مدیریتی کرده، کارخانه آورده که دیگه تولید دیگران تحت شا قرار گرفته. مثال بزنم، سه دستگاه تراکتور آوردن به یک منطقه، بقیه با گاو و گاو آهن کشاورزی میکردن، اینها آمدن با حد اقل نیرو با 3 نفر کار 3000 نفر را انجام دادن و به قیمت ارزان فروختن. اون هزاران نفر کشاورز رقابت نتونستن بکنن، از بین رفتن، ورشکست شدن یا از کار میفتن، تشریف آوردن شهر. بله. کارخانه ها هم اتوماتیکی کار کردن، گفتن آقا ما کارگر نمیخواییم، آقایان تشریف آورد میدان، اسمشون بیکاره. آیا علمی هست بین انسان بگیم که ان لیس للانسان الا ما سعا؟ میگه آقا چشم، من چند مرده حلاجم، زمین بده؟ نیست. همه زمین امریکا مالک داره، هیچ جا 1 متر در امریکا زمین کشاورزی دیگر نیست. این کارگرم امریکاییه. آقا ان لیس للانسان الا ما سعا، ما بهشون میگیم که برید یالا تولید بفرماد. میگه آقا کارخانه نمیخواد منو. الله اکبر. میگم آقا بلند شو برو دنبال کار. میگه جا نیست، هم میرم برای چی میگید شما دامداری. بله. تمام مراتع مالک داره. رفتم شیلات، همه شرکته، به من نمیدن. رفتم کارخانه، تمام اوتوماتیکه. کشاورزی هم 1 متر زمین نیست. این آقا ان لیس للانسان چیکار کنه؟ کجا سعی بکنه؟ جواب تو اینطوری گفتم. بله. تمام این آیه درسته، نه اینکه من مسلمانم میگم، اگر فضای وجود آید اصلا برای سعی میدان اشغال شده وجود نداره چی کار کنه؟ خب مطمئنن افراد با توجه به موهبت‌های متفاوتی که دارن هر کدوم در یک زمینه میتونن فعالیت‌های رو انجام بدن و اون منابع اقتصادی که مورد نظرشون هستش رو استفاده بکنن. شما میخواید بفرمایید که با توجه به علم اقتصادی که تمکنون در جوامع منتشر و موجود هست جوابی برای این مورد نیست، یعنی این چالشی هستش که سایر کشورها با اون دست و پنجه نرم بکنن؟ با این تعبیر نمیگم، من نزدیک شدی، این نیست سوال من. میگم تا کنون با حضور جناب اقتصاد فعلی جا برای نیروی جدید در کره زمین نیست. این که آمدیم برگردیم زمین ها را بگیریم به همه بدیم یا چه کنیم الان؟ ببینید میخوام عرض کنم، دنیا ژاپنه، دنیا همین آمریکاست، اجازه کل دنیا رو فرض کنیم یک کشور. یا بنده الان 14 میلیون بیکار دارم، تمام اینها متخصصم هستن، درست، پزشکم. خب پزشک بسه دیگه، خیابان ها پر از تابلو پزشک، اینا بیکار. خلبان ها اضافه است، خیلی خوب. مهندسین کشاورز، هر منطقه 2-3 تا مهندس میخواد. این اضافه انسانی که طبیعت هول میده بیرون، چرا هول میده؟ چه کسی به طبیعت گفته شما پستان خود را از دهان بشر بینداز بیرون؟ چی شده بشر رو هول میدن بیرون؟ بیکارم. بیکارم یعنی چی؟ یعنی در طبیعت حوزه کارم اشغال شده. علمی هست اینو برگردانه به طبیعت؟ خب در زمینه بحث الان ما، چون بحثمون اقتصاد هم هست، راجع به بحث اقتصاد فعلا در حال حاضر علوم دیگری که به بحث بیکاری، به بحث روانشناسی، به بحث خانواده میپردازن، در حال حاضر مسائل و حیطه ها و موارد مختلفی رو که از این دست به وجود میاد
مدیریت میکنن و در کنار علم اقتصاد به کمک علم اقتصاد جوامع اداره میشه. خب یه جمله اضافه کنم. الان فرض کنید در دنیای سوم کم پیدا میشه یه خانواده جاروبرقی امریکایی داشته باشه، ماشین لباسشوی امریکایی داشته باشه. چرا؟ همه ژاپنیه. ببینید دنیای صنعت فضا را، تولید را برده بالا، بازار دنیا اشباع شده، تقسیم کردن به سه قسمت: ژاپن، اروپای متحد، امریکا. بله. هر یکی از اینا مثل سنگی که داخل حوض میفته موج ایجاد میشه، همه اینا دارن گنده میشن. در کره زمین یک متر جا نیست شما برای کار بخری برای احداث کارخانه. اینجا مردم که حوزه اش اشغال شده، زمین نیست، میگم کالا تولید کنم خریدار نیست، این همه کالای انباشته شده در امریکا چی بشه؟ ببین اصلا کار به بیکار ندارم. این کالاست، این کالا را کسی نمیخره. چرا بحران 1929 تا 33 باعث نابودی سرمایه داران شد؟ همین سوال هست. کالاها انباشته شده یک طرف، خریدار نیست، خریدارم پول نداره. مشکل کجاست؟ ببینید اینجا باید من نتیجه بگیرم. در کره زمین کل حرفم جوابش این شد: هیچ علمی در هیچ دانشگاهی تدریس نشده، حتی یک کلمه. علمی ایجاد کنیم، وظیفش این باشه تک تک انسانها را مطالعه بکنه. بله. بگه چرا بیکاری؟ خاطر اینکه پزشک هستم، میگم پزشک زیاده. آقا شما چرا خونه نشستی؟ خلبان هستم، نیاز ندارن. که علمی هست، انسانهای بیرون ترد شده از طبیعت و درآمد را برگرداند به طبیعت، یا علمی وجود نداره؟ اینجا آرام آرام جوابم تمام میشه. عرض میکنم چون این علمی نیست. یک، جوابت از جا شروع میشه. یک، اینو باید یادداشت کنی که اولین جواب من به حضرت عالی این بود: در کره زمین علمی تدوین بشه، تدریس بشه، تک تک 7 میلیارد انسان را که هر کدوم بیکار میشه، هر کدوم بیچاره میشه، اینو برگردانیم به طبیعت. عین این که به تعداد انسان ما مثل مادر سینه داره، پستان داره زمین، باعث از یه جا شیر بخوره. خب الان در کره زمین 1,200,000,000 نفر گرسنه است، گرسنه نسبی. چرا گرسنه است؟ از اون طرف هم در امریکا 2% مردم، حالا میگن تا 20%، 20% رو بگیم، 20% مردم 80% سرمایه را دارن. 80% مردم چی؟ 20% رو. حالا امریکاشه. سوال شما اینجا جوابش شروع میشه. ماده اول تمام شد. علمی در کره زمین وجود ندارد. بشری که از طبیعت طرد میشه، طبق فنی که تمام عقلا بپذیرن، به نسبتی که سهم از طبیعت داره برگردانه به طبیعت. این یک. این یک. دو، تمام اقتصاددانان دنیا پس از بیماری دکتر شدن. میرکانتریستا گفتن اقتصاد همون چیه؟ تلاس. آقا تلا را ریختن بازار، دیدن نمیشه خورد، نمیشه پوشید. آقایان فیزیکرات آمدن گفتن آنچه که از زمین میاد، مثلا هرچی در فیزیک هست، تولید کشاورزی اصالت با اونه. هر کشوری که دارای کشاورزی زیاده، مثلا میگم مثال، اینها خوشحالن، چی میگن، خوشبختن. اونا هم این کار را کردن. دیدن صنعت، آقایان کلاسیکی آمدن گفتن اگر هر کس دارای کارخانه هست این چونین. یعنی ابتدا بیمار شدن، جهت نجات از بیماری دارو ساختن. این داروها اقتصاد نیست. خب. برای نجات مقطع، مشکل از مقطعی جواب. بله. جواب نتیجه آخر اقتصاد آن است. اینو میگم، تعریف من اینه. حالا هر جای دنیا که ببینیم تعریف جوابی از اقتصاد چی هستش. این را یعنی تمام 100 ساعتم حرف بزنم همش اینها دور میذارم میاد اینجا. اسلام چون دین کل بشره، پدر کل خدای کله، خدای رحمان به منزله چی؟ پدره. تمام اقتصادها بره کنار، اقتصاد نیست. اقتصاد خرد برای چرتگر، به عنوان چرتگس، برای بالا بردن سود بنگاه سرمایه‌دار مثلا. اقتصاد کلان برای این است که دولت چگونه واحدهاشو با هم ربط بده، مشکل یک کشور رو حل کنه.
اینا اقتصاد نیست، حل معضل یک فضاست. اما اگر این مشکل در این کشور حل شد، باعث شد فلان کشور ورشکست شد، به این ربطی داره؟ آقا ایران سیاستی درست، آقای مهاتر محمد در مالزی سیاستی به کار بود، کل بانک های انگلستان پدرش در آمد، به اون چه ربطی داره؟ آیا کسی نیست که نذاره بانک های انگلیس هم شکست بخوره؟ سوال روشن شد؟ بله. حالا برمیگردیم. شما بفهمید که فعلا در اقتصاد نوین تمامی کشورها اقتصادی رو که به کار میبرن فقط و فقط داخل مرزهای کشور خودشون هستش که جوابگو هست و بله. ارتباطی نمیدن اقتصاد خودشون رو به اقتصاد کشورهای بیرون. اصلا وظیفه ندارن، چون این علمی متولد نشده. اسلام اینه جوابش. خب عذر میخوام قبل از اینکه بفرمایید، الان ما مجامع بین المللی رو داریم که در این مجامع بین المللی موضوع اقتصاد جهانی هم به شور گذاشته میشه و جلساتی هست که این بحث اقتصاد جهانی رو اداره میکنه. بله اون به خدمتتون هم میرسیم. ژاپن کار کرد 10% برنجش وارد فضای گردش تجارت جهانی شد. چرا 90% رو در آورد؟ ببینید، چون جواب فعلی شما رو بگم برگردم به اون، چون دنیا به اینجا رسیده، خیلی صریح بگم، بی پرده بگم، مواد طبیعی دنیای سرمایه‌داری تمام شده، کفاف نیست. آقا تجارت جهانی میخوایم یعنی چی؟ یعنی مرزها رو بردارید. آقا تیتانیوم رو از فلانجا بیارید، استرانسیوم رو از فلانجا بیارید، تنگستن رو از فلانجا بیارید، میکا رو از فلانجا بیارید، برای تزریق مفت مجانی مواد جهان سوم به جهان صنعتی و پمپاژ کالاهای انباشته شده زنگ زده است به جهان چی؟ سوم بدبخت. این برای حل معضل اونهاست. برگردیم به موضوع، یعنی تمام کنم، جواب شما طولانی شد. اسلام دینه، دین کله، اقتصاد فقط اسلام اقتصاد داره. اون این است که شما بیایید مطالعه کنید. یک، تمام مرتع ها مالک شخصی نباید داشته باشد. ببینید تمام کوه ها آزاد شد، از دست چه کسی در میاد؟ ارتفاعات حیران را چند تا سرمایه دار خورد دیگه، نتونستنم بگیرن، اعلام کردن نتونستن. مثال نیست، واقعیه. اطراف نمیدونم کلاردش رو سرمایه‌داران خوردن، میبینید یه میان زمین خار زمین خار، دریا خار دریا خار. اول اسلام گفت هیچ یک متر از کوها مال کسی نمیتونه باشه. یک. دو، هیچ دریای مال کسی نیست، هیچ رودی مال کسی نیست، تمام مواهب کلی، جنگل ها، هورها، هور چی میگید شما، حالا مرداب ها، هر چی هست مال دولته، دولت کله، یعنی مال عموم بشره. بله. اون وقت اینو میگم، از اینجا یادداشت میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، مطلب ما اینه هیچ جای کره زمین علم اقتصاد وجود نداره. علم اقتصاد نه خرد است و نه کلان، علم اقتصاد علم مدیریتی است بر کل بشر که تک تک افراد را که از زمین خارج میشود، از زمین منظورم زمین نیست، بلکه خاک، فاصله میگیرد، چی میگید، بیکار میشود، این علم بتواند تک تک افراد را برگرداند به نقطه از زمین وصل بکند، یا به کارخانه، یا به یک شرکت، یا به کشاورزی، یا به شیلات، یا به مرتع. علم اقتصاد را من گفتم عبارت از اون علمیست. قرآن فرموده، نه که قرآن فرموده درسته، غیر از این باطله. الان ثابت میکنم باطله. شما بفرمایید آقا اقتصادی که آقای مارکس، ما مفصل ترین شرح من به مارکس نوشتم، یعنی 4 جلد بود کاپیتال مارکس، جلد 4 مثلا در جهان اسلام نبود، من آوردم از بلغارستان ترجمه کردم، من میدونم که انسیکلوپدی بزرگ روسیه رو من دادم ترجمه کردم این به ما، بالاخره آقای احسان طبری نوشته در دنیای اسلام. من اول بار میبینم یک امامه به سری تمام مفاهیم متعلق به چیه، اقتصاد کلان مارکس و خرد مارکس فهمید. البته این تعبیر درست نیست، خرد کلان نیست، اون فلسفه است. راجع به آقای کنز که آخر نظریه ایشون داد، بعد از اون آقای فریدمن اومد، الان چند نفر دیگه، من همه رو ملاحظه کردم. راجع به نظریه برخی از این اساتیدی که نام بردید، تعریف اونها از اقتصاد همه رو دارم. اگر اونها رو هم بفهمید که بینندگانی که احیانا بیننده این برنامه هستن و مایل هستن که این نظریه رو بدونن هم مطلع بشن، ممنون میشم. 20 نفره، 20 تا تعریف، از یک شروع میکنیم تا 20 تا.
تمام اینها رو رد میکنیم از حرف خودشان. مثلا میگم آقای آدام اسمیت یه نظریه داره، بله یه تعریفی از اقتصاد داره، من میبینم که به نام ثروت ملل، در کتاب ثروت ملل، اون فقط به درد خودش میخوره و زمان خودش. مثلا دو تا نمونه بارز، آقای کنز اقتصاد چیه؟ اقتصاد اشتغال رو حل کنه. اشتغال رو حل کرد، امریکا از مشکل اشتغال رفت کنار، درست شد. اون آقای سرمایه‌دار میگه پدرم در آمده، تمام ورشکست شده. من نام ببرم، سه شرکت بزرگ ماشین سازی، کرایسلر، فورد، یکی هم یادم رفته، جنرال موتورز، فورد، کرایسلر، در شکمشون میگن اونطور که من یادم هست 2000 کارخانه در شکم این هاست. یعنی 2000 کارخانه را با رقابت چه کردن؟ بلعیدن. سوال، اون کارخانه های بلعیده شده که نابود شدن، سکته کردن، مردن، سوال این است که کسی هم بود اینها را نجات بده؟ خب بالاخره در اقتصاد سرمایه داری اون کسی که توان بیشتری داره میتونه بقای خودش رو بیشتر از بقیه حفظ رقابته. بله، البته قوی ها میمونن. این به این معنا نیستش که این اقتصاد اقتصادی تایید شده برای تمامی جهان هست، چرا که با توجه به مطالعه اقتصاد تمامی کشورها به این نتیجه میرسیم که هر کدوم از این کشورها بسته به هر نوع اقتصاد و قانونی که برای اقتصاد خودشون دارن و تعریفی که از اقتصاد دارن، کم و بیش دچار مشکل‌ها و رکود اقتصادی شده. بله، حدود 3 دقیقه من وقت میخوام که کلا پرونده مسئله رو ببندم. اقتصاد خرد اقتصاد نیست، حتی یک درجه اقتصاد نیست. چرا؟ فن به دست آوردن سود است و حفظ سرمایه. چیکار کنم؟ سرمایه‌م حفظ بکنم و هر روز سودم رو چی؟ به ماکسیموم برسانم. بله. تمام شد. این چرتکه محاسبه سود اقتصاد نیست. این یک. اقتصاد کلان، اقتصاد کلان این است که چگونه بخش خصوصی را مشغول کنم در این حال تولید اشتغال هم نداشته باشه، بیکاران را مشغول کنم، سرمایه‌داران را راضی کنم. درسته؟ حضرت علی این کار را کردی، در فلان کشور مشکل حل شد. شما اصلا مطالعه کردید که یک سوم کل دنیا از این تعریف بیرونه؟ یک سوم کل دنیا به نام آفریقا هیچ وقت تعریف نمیشه. اقتصاد به اون میگن، نه اون اقتصاد، نه این، این دولت را میخواهد موفق بکنه، اون بنگاه را. اقتصاد خرد ناجی بنگاه، اقتصاد کلان ناجی دولت. اقتصاد این نیست. اقتصاد را قرآن گفته این درسته، گفته شما علمی تدریس کنید، کل بشر را در نظر بگیرد، کل زمین را در نظر بگیرد، مطالعه کند چه کار کنم هیچ کس از کره زمین محروم نباشد. این اقتصاد. شما به کجای این میتونی ایراد وارد کنی؟ یعنی تعریفی که شما از اقتصاد میکنید تعریفی هستش که قرآن, قرآن گفته والارضه وزعها للانام، زمین مال کل بشره. امروز 1,200,000,000 نفر در فقر مطلقه. آمریکای لاتین، من کتاب نوشتم به نام تضاد جاوید، ظاهرا 3130 چند مورد مدرک آوردم. اصلا امریکا خرد. اقتصادی که یک قاره را میخوراند برای میلیاردرهای لامذهب، این چی اقتصادیه؟ اقتصاد سرمایه‌داری در فکر خودشه فقط. اقتصاد سوسیالیستی چه بود؟ من از اول تا آخر میدونم دیگه. اولا چیزهایی تو ذهن مردم هست همه باطله، این همه میگم این مبالغه نیست، اصلا یک سطر مارکس اقتصاد سوسیالیستی ننوشته. مارکس، انگلس، لنین، استالین، ماو، هواکوفنگ، کمیلسونگ، بگردید یک نفر از اینها بنشینه یه اقتصادی داریم به نام سوسیالیستی. اقتصادی که کاپیتالیسم میشه، یعنی سرمایه‌داری خواهد مرد، همین. اما جناب مارکس اگر بمیره چیکار کنیم؟ یک نامه نوشته به شهر گوتا به نام نامه به گوتا، شهر گوتا 16 صفحه است. اونجا نوشته اگر سرمایه‌دار از بین رفت این بهتره. سوال، اکنون آقای مارکس شما میگفتید ارزش ملاک، ارزش کار، کار کارگره. ماشین اومد گفت برو بیرون، خودم انجام میدم، سندیگا هم نمیخوام، سرم هم درد نمیکنه فردا اتحادیه کارگری تظاهرات کنه، من ماشینم
با سرعت پیشرفت آمدم جلو، اصلا کارگر نمیخوام، فقط منو بزن برق. خب اینجا آقای ما شما میگفتید تمام ارزش را مقیاس ارزش کار مجرد و اجتماعا لازمه کیه؟ آقای کارگره. بله. ماشین آمد گفت التماس رو دست بده آقای کارگر، شما اصلا نمیخوام. رفتی؟ نتیجه این شد اروپای شرقی برگشت از او سوسیالیستی. کوبا الان با آقای اوباما رفیق شده، شوروی دیگه شوروی نیست، چین هم تلاش میکنه زنده بمانه، نه اینکه میخواد اقتصاد سوسیالیست صادر بکنه. پس بنابراین اقتصاد کلان دنیا حل معضل یک کشوره، اقتصاد خرد حل مشکل سرمایه داره. یک علمی در کره زمین وجود نداره چند عاقل بنشینه بگه چی کار کنیم در کره زمین، از چی علمی استفاده کنیم. کل بشر سیاه سفید غربی شرقی سرمایه‌دار نمیدونم فقیر فقرا جوان پیر، چگونه زمین تقسیم بشه منافعش، این هم زنده بمان. این کجای عالمه؟ این خب، اقتصاده. خب شما الان طبق تعریفی که فرمودید تمامی اقتصادهایی که فعلا در کشورهای مختلف مورد استفاده هستش رو ناقص و ناکارآمد خوندید و تنها اقتصادی که میتونه به جهان طرحی رو ارائه بده که تمامی افراد بشر، نه تمامی کشورها، فقط تمامی افراد بشر در رفاه مالی و اقتصادی زندگی بکنن، اقتصاد اسلامی هست. خب با توجه به این تعریفی که شما میفرمایید، اجازه بفرمایید با طبق همین تعریف جلو بریم و ببینیم که این اقتصادی که معرفی کردید، یعنی اقتصاد اسلامی، چطور میتونه کشورها، کارگاه‌ها، مردم، بیکاری و سایر مشکلاتی که در یک کشور ممکنه به وجود بیاد و یا در ارتباط با کشورهای دیگه باشه رو مدیریت بکنه. البته این جای اشکال به اینجا به من وارده ولی جوابش دارم. شما محتاطانه آمدید، جای اشکال هست. حالا امام زمان بیاد جهان اداره بشه، اون رو رها کن. الان اسلام طرحی داره برای یک کشور یا نداره؟ بله. من عرض میکنم دور نرو، مطلب آسانتر از اینه. یه مجموعه است به نام کلوپ روم، چند نفر آدم منصف نشسته در روم، کل دنیا را مطالعه میکنه فارغ از مسائل سیاسی. یکی هم ظاهرا در آلمانه، کمیسیون براندت. براندت قبل از اشمیت و قبل از اون یکی اولموت کول بود، چی بود؟ نخست وزیر، صدر اعظم آلمان بود، یه آدم مردمیه. تعدادی از دانشمندان دنیا را جمع کرده، در دو جا جمع شدن اینها، کارشون همینه. میگم این به اقتصاد نزدیکه، این فارغ از مسائل سرمایه‌داری اسلامی نمیدونم شرقی غربی، کل دنیا را مطالعه میکنه، اعلام میکنه 22% جنگل ها باقی مونده. با این روند تا 10 سال دیگر در کره زمین زندگی کردن در جهنم زندگی کردنه. این یک اصل اسلامی بود. اسلام گفته بود جنگل ها مال چیه؟ مال کل بشره، نذارید دست بشه. هر روز خبر میاد اینجا را میبرن اونجا را میبرن. این یک. دو، تمام معادن را زیر نظر داره اونها. این اسلامیه که اونها عمل میکنن. میگه آقا من بررسی کردم، تیتانیوم یه ماده استراتژیکه، داخل جدار ظاهرا موتور هواپیماها برد داره، در نمیدونم چند هزار درجه هم ذوب نمیشه. این در فلان جا، در فلان جا، در فلان جا هست. بعد از 50 سال یک ریال از اینا گیر دیگه نمیاد، یک اندازه یک ریالی نیست. جایگزین چی میشه؟ مطالعه میکنه. این اصل اسلامیه. آقا در کره زمین میکا رو به اتمامه، همین که تلقی ماشین ها را میسازن، شیشه ماشین ها را میسازن و ماده ظاهرا نسل چهارمش را میریزن داخل دیگ های ذوب‌آهن ها، همه ذوب‌آهن های دنیا همه جا یک لحظه به جوش بیان، مرکز چیز نشه. اینا استراتژیکه. اینها را مطالعه میکنن، میگن آقا به نظرم شما تا 2014 که گذشتیم بدانید اگر بمانید باید دیگری را نابود کنید. و الان هم اینطوری هست. چطور؟ این جنگ ها برای چیه؟ آقا کارخانه اسلحه سازی من بنبست شده، کسی نمیخره. یالا برو در خاورمیانه به اسرائیل بگو چند تا نارنجک بیانداز، به عربستان بگو فلان جا رو بزن، چند میلیارد، 14 میلیارد سری اسلحه بفروشن تا کارگرا چی؟ بیکار نمونن. آقا اینجا این جنگ دیگه بردی نداره، برو بین پاکستان افغانستان، ببخشید هندوستان پاکستان، یک جنگ کشمیر راه بیانداز، اونجا کاری انجام بده. بین ایران عراق صدام رو تحریک کن، بره ایرانیا رو بکش تا یه چیزی بفروشه. این است که ما میگیم اینها آثار اون چیز که اسلام گفته،
چند عاقل بنشینن برای دنیا طرح بریزن، اما راجب یک کشور جنگل ها رو جواب شما از اینجا شروع میشه، نذارید از بین بره، باید اون مقدار که کاشته شده به نسبتی که رشد بشر بالا میره جنگل ایجاد بشه، نهضت تخضیر، این نظر اسلامه، نهضتی که بودجه هنگفت باید دولت اسلامی بذاره، هر جا رطوبتی هست احاطه شده حساب شده، نه اینکه برن از فلان شهر تا فلان شهر اسمشو بذارن نمیدونم پارک یه دفعه ترق باطل بشه، نه، کارشناسانه جنگل کاری باید بشه. یک. خب الان در راستای همین مطلب جنگل کاری که جناب عالی میفرمایید، بحث منابع طبیعی بله. هستش که در تمامی کشورها فعال هست بله. و به صورت تمام وقت روی این مطلب کار میکنه و تحقیق میکنه. ببینید مطلبی که ما میخواییم بحث اقتصادی و صرف وارد موضوع اقتصادی شدن هستش، یعنی گردش پول، رابطه های پولی، رابطه های اقتصادی که از طریق اون بحث ثروت بین افراد بشر تقسیم میشه. حالا شما فرمودید که طبق قرآن و مکتب اهل بیت، مکتب اسلام، ثروت باید به تمام بشر به صورت مساوی تقسیم بشه و یا به عبارت دیگه کوها، جنگلها و مواردی که در قرآن به نام انفال اگر اشتباه نکنم به اونها اشاره شده بله. و اینها متعلق به تمامی بشر بله. خب اگر بگیم مشکلی نداره، بگیم که این فرمایش شما کاملا درست، ولی که آیا راهکاری هست که بتونه تمام این مواردی که شما فرمودید رو به صورت یک دست بین انسان‌ها تقسیم بکنه و اگر در این بین طبق اون خصوصیتی که بعضی از انسان‌ها دارند یعنی سعی می‌کنن موارد رو انفال رو فقط و فقط به نفع خودشون تصاحب بکنن، این حالت پیش بیاد، آیا اون موقع اقتصاد اسلامی هستش که میاد و جلوی این اشخاص رو می‌گیره؟ اگر هست به چه صورت؟ بله عرض می‌کنم. ببینید یک سوم کره زمین خشکیه، بله، سه چهارم آب هست یا نه، بخش مرکزی آبها مخصوصا قطب شمال قطب جنوب آبهای شیرین دیگه، درست؟ آیا این همه صنعت نمیتواند نقال ها مثل تلکابن ها بله. یا لوله کشی ها از نوع ارشمیدوسی آبهای عظیم اقیانوس ها را منتقل بکنه به کویرها؟ الان مثلا ببینید ما از قم میریم زنجان، شهر اصلی ماست، از سابک رد میشیم تا برسه به این زهرا 90 کیلومتر همش زمینی کشاورزی، چون آب نیست یه جای آب هست بهشت میشه، یعنی اون مقداری که اونجا کارخانه سیمان هست میبینیم بغلش یه باغچه درست کردن چه زیبا. آیا همینطور دست رو دست بداریم این همه مذهب به رودخانه همه آب شیرینه؟ پروژه های عظیم باید درست کنن، انتقال آبهای شیرین مثلا به رودخانه ها بریزن وادی های عظیم. این وادی های عظیم الان در ایران و به اضافه عراق حساب کنیم 10 برابر ملت موجود، فرض کن ایران و عراق 120 میلیونه، تا 500 میلیون نفر این دو کشور زمین دارن که اگر این آبها منتقل بشه، ممکنه شما بگید آبهای شور، نه، مطالعه شده دارم میگم، اولا مصب رودخانه ها شور نیست، شیرینه، و ثانیا آبها در یک منطقه اگر به سرزمین تزریق بشه خودپالایی میشه، با فاصله 5-6 کیلومتر همه تبدیل میشه به آبهای چی؟ شیرین. این همه پروژه های عظیمی داره مطالعه میشه، در فضای مطالعه میمونه. خب پروژه های سنگین بیاد، سرمایه گذاری ها این همه زمین های آزاد را با آبهای لایتناهی اقیانوس ها آباد کنن بدن جوان ها. اما میخوام بگم این نیست قضیه، باید شما برای کره زمین مطالعه کنید، برای کره زمین این همه میلیارد ها متر مکعب آب شیرین شناخته شده، چرا با خب دیدید در چین دیگه پل های عظیمی میسازن چند صد میلیاردی، صدهای عظیم نظیر این پروژه ها، دولت ها بیان با هم سرمایه گذاری بکنن، انتقال عظیم آب، اون وقت کشاورزی میلیون ها جوان برن کشاورزی. خب اجازه بفرمایید همینجا در همین قسمتی که شما این مطلب رو مطرح کردین من دو اشکال رو وارد بکنم. یک، اولا که مطلبی که فرمودید شما راجع به تخصیص مبلغی پول به افراد بشر، حالا شما کشور خاصی رو مثال زدید، فقط من خدمتتون عرض بکنم که بحث ما در این برنامه بحث عام و جهانی هست. من این طرح نگفتم، نه نه نه، این اشکال به من وارد، چون نخواستم اینو طرح جهانی بدم، نه،
میگم طرح دادم برای یک کشور در رابطه با اون پول چیز یارانه هیچ ربطی به بحث ما نداشت، فقط خواستم میگم طرحها هست من اما طرح کلان نیست. اینها خب این مطلب رو کاملا مشخص کنم، چون بالاخره بینندگان ما از تمام دنیا هستن و مطالبی که ما مطرح میکنیم اینجا باید مبتلا به عملیاتی هم بشه. مطلب دومی که اجازه بفرمایید من به فرمایش جناب عالی این سوال رو وارد بکنم اون این هستش که خود بحث آبیاری و آبرسانی به زمین‌های بایر که میتونن اونها رو تبدیل بکنن به زمین‌های کشاورزی، این خودش نیازمند یک سرمایه هست، نیازمند نیروی کار هست، نیازمند تمامی جوانبی هست که یک حکومت یک کشور باید تهیه بکنه تا بتونه اون رو انجام بده. و بعد از اینکه این کار رو انجام داد، اون زمین بایر تبدیل به زمین کشاورزی شد، اون موقع به چه صورت در تعریفش رو من می‌ذارم به عهده شما در اقتصاد نوین تعریف شده و چطور در اقتصاد اسلامی تعریف بشه؟ تفاوت این دوتا رو اگر مطلب بفهمید که شما این رو به عنوان یک تفاوت عمده در مثال خودتون مطرح کردید، که یعنی میخواید بفهمید که اقتصاد اسلامی برای این مورد راه حل داره، مطمئنن در نقطه مقابل اون شما میفهمید که اقتصاد نوین برای این راه حل نداره. اگر ممکن است هر دو رو مشخص و معرفی بفهمید و مقایسه. من اگر وقت داشته باشم 10 دقیقه مطلب رو شمرده شمرده برم جلو. میتونیم ما انشالله این بحث رو تکمیل بکنیم و این قسمت رو ببینید قسمت بعد موکول بکنیم. جواب یک امر کلیه، شما از مجموع کلی مطلبت رو بردار، یعنی سهم خودت رو از این در بیار. کره زمین این کاغذ ماست، بله 10 نفر هم بیشتر نیستیم، 7 میلیارد رو شما 10 نفر حساب کن، فرض مثال، بله هر یکی از ماها که 7 نفریم در کره زمین، یک هفتم مال ماست. اقتصاد خرد میاد میگه موسوی شما با این سیاست میتونی ماکسیمومت سودت بره بالاتر. خیلی خوب، 10 بود مثلا، 1 بود دیگه، 1/10 بود، من بردم بالا، چی شد؟ اون که پشت خط بود اون که مینیموم شد، که ما 10 نفر بودیم، کره زمین رو تقسیم کردیم به چی؟ 10 نفر. 1/10 مال من بود، ولی من در اثر زیرکی سرمایه‌دار بودم، متفکر بودم، الغانیان بودم، سالارجاف بودم، آقای راکفلر بودم، روتشیلد بودم، آمدم کاری کردم 2 برابر برداشتم. یعنی وارد شدید در قسمت‌هایی که به دیگران اختصاص داده شده بودن، در فضای محدود بیشتر استفاده کردم. درود بر شما. در فضای محدود علم اقتصاد پدر اون طرف را در میاره، اصلا ملاحظه نمی‌کنه. امریکا سودش رو برد بالا، واقعا هم آلمان رفت جلو نسبت به خودش، ماکسیموم ماکسیموم ماکسیموم، یه دفعه کل آمریکای لاتین شد مینیموم. یعنی میخوام بفهمم از منابعی که بیش از حق خودش بود استفاده کرد و حق دیگران رو استثمار. اینا دارم میگم، حالا ما نریم که اول همون تعریفی که داشتم از اونجا بار بگیریم، از اون میوه بگیریم. میگم ما تمام اونچه که هست رو خراب بکنیم، میماند همون که من میگم. چرا بریم اونجا فاصله زیاد بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من از اینجا میرم. در کره زمین چند نفریم؟ 7 میلیارد. 7 میلیاردم کره زمین ابتدای حساب کنیم، کارخانه نیست فرزن، بله. همه تازه متولد شدیم. 1/7 میلیاردم مال من موسوی قطعا. بنده در اثر زیرکی بدون کسی ناظر بشه، بدون کسی مدیریت کنه، کسی دلسوز بشه، همه با چشم اقتصاد خرد و کلان نگاه کنن کلان هست، بنده شدم زیرک، ببینم یه جایزه داد آقای موسوی تونسته کار تولید کنه فلان. میان میپرسن میگن این کار تولید کردی چقدر اضافه؟ 2 برابرش کردم. میگم از اون باقی انسان‌ها چی شد؟ کم شد دیگه، کره زمین محدود بود، 1/7 میلیارد مال شما بود، شما 2 برابر برداشتی، پس 1 نفر از بین رفت، حقش تضییع شد. چه علمی امروز میاد مچ اون آقای راکفلر رو میگه، میگه شما آمدی کارخانه عظیمی ساختی، آقای صاحب راکفلر، نمیدونم کرایسلر، شما آمدید 10,000 یا نمیدونم چند هزار کارخانه در شکم شماست، برو آمریکای لاتین، کل امت سوخته نابود شده، شما شدید میلیاردر. میگم این اقتصاده؟ نمیخوام بگم این اقتصاد واقعا در امریکا. آقای راکفلر ببخشید آقای مشهور فریدمن طرح داد و جواب هم داد. چی جوابی داد؟ امریکایی‌ها شدن چی؟ میلیاردر بودن، شدن میلیاردرتر. از کجا در آوردن؟ نتیجه چی شد؟ مصر نابود شد، عربستان استعماری شد،
اردن قورت داده شد، تمام آفریقا از بین رفت، شد آسمان خراش های آمریکا زبانه های آتش است که هیچمش ملت هست. خب طبق فرمایش جناب علی، هرچند آهسته آهسته به پایان وقت برنامه هم نزدیک میشیم، اگر بخوایم نتیجه گیری داشته باشیم، این هستش که اقتصادی که در حال حاضر در جهان حاکم هست، حالا هر کشوری بنا به توانایی خودش و اون سیستم سیاست اقتصادی که داره پیاده میکنه، دارای نقص ها و نواقصی هست که نمیتونه اقتصاد سایر کشورها رو تضمین بکنه. اگر فکر بکنیم که هر کشور به شخصه و به فرده خود اون کشور میتونه بهترین اقتصاد رو برای کشورش داشته باشه، ولیکن اقتصاد و تعریف اقتصاد نوین به این صورت هستش که تعرض میکنه به اقتصاد سایر کشورها، و این وسط تنها کشوری میتونه بهترین استقامت رو داشته باشه که بیشترین مداخله و بیشترین برداشت حق از دیگران رو داشته. خوبه، خوب جای خوبی آوردید. به عنوان خاتم عرض کنم آقا، درد من اینه، میخوام بگم اقتصاد آن است که وقتی استاد دانشگاه میفرماید با این تر بریم سود کارخانه ها زیاد میشه، چی میشه پشت خط ماکسیمم شد، ما خبر دارید چندین هزار مینیمم شدن یا نه؟ من میگم اقتصادی که به مردم این طرف رو یاد میده، آقا من به شما یاد میدم این سرمایه‌گذاری بشه اینقدر سود داری، خیلی خوب اینقدر سود داری، نپرسیدی اون میدانی که اشغال کردی سودت را دو برابر کردی، پدر فلانی در آمده، چه کسی از او باید دفاع کنه؟ اون توی اقتصاد نیامده، رسوندم یا نه؟ بله. و منظور شما این هستش که به زاویه دیگه، به عبارت دیگه، اقتصاد اسلامی یک همچین موردی رو در خودش، بله، اقتصاد اسلامی این است که هر سودی که مساوی باشه با نابود شدن حوزه کار دیگران نامشروع است و نامشروع است و نامشروع. خب پس اجازه بفرمایید که در همین برنامه به بینندگان عزیز و محترم هم قول بدیم که در برنامه بعد راجع به خود اقتصاد اسلامی صحبت بکنیم و ابعاد مختلف اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ببینیم که به چه صورت میتونه منابع رو به گونه ای تقسیم بکنه بین انسانها که فقیر روی کره زمین نباشه. خیلی ممنون و متشکرم. خب بینندگان عزیز و گرامی، از شما هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم در برنامه بعدی هم با ما همراه باشید تا بیشتر راجع به بحث اقتصاد اسلامی با هم بحث و گفتگو کنیم. تا دیداری دوباره، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارت.